شما همراهان همیشگی کلیسای آلفا اومگا و عزیزانی که دور هستین الان از دور دارین با ما همراهی میکنین و همینطور عزیزانی که اینجا دارم قیافه‌های درخشانشون رو میبینم و خدا رو شکر برای امروز. امیدوارم با انتظار مقدس اومده باشین عزیزان اینجا، چون یک روز دیگه، یک فرصت دیگه است که خداوند نصیبمون کرده که امروز در این تغذیه روحانی شرکت کنیم، در این تغذیه روحانی که میتونه به بدنها و جانهای ما قوت ببخشه، قوت تازه و کمک کنه که ما رو در اون حیطه تسبیح و پرستش خداوند قرار بده. باور میکنیم که میتونه اینطور باشه؟ فقط آمین که یادمونم باشه عزیزان، هر وقت یادمون باشه که این آیین مقدس عشای ربانی فقط یک عرف مذهبی نیست، بلکه نه تنها اعلان مرگ و قیام عیسی مسیح خداونده، بلکه حیطه جاییه که یهوه با قوم خودش شام میخوره. عیسی مسیح خداوند با کلیسای خودش مشارکت باطنی داره. عیسی مسیح خداوند به وسیله این تغذیه روحانی یک رابطه عمیق‌تر با بدن مقدسش انجام میده. آمین. باور میکنید؟ برای همین چقدر مهمه که در این زمان، در اون فروتنی، در اون سکوت، حضور اون که در بین ما از حرمت بداریم، احترام بذاریم. آمین. با تمرکز، چون خداوند گفته هر جا دو یا سه نفر اونجا باشن من اونجا حضور دارم. از خداوند زندگی ما بین ماست. و همینطور هر بار که ما عشای ربانی خداوند رو برگزار میکنیم عزیزان، اعلام میکنیم، خیلی قوی اعلام میکنیم، همینطور که در سرودها دیدیم، صلیب خداوند ما عیسی مسیح رو، ذکر صلیب رو اعلام میکنیم. یک اتفاق عجیب و عظیمی در این ذکر صلیب، در این اعلان صلیبه که تمامی جهان مسیحی مذهب با اون مقابله میکنه، در تقابل با او. از همون روزی که عیسی مسیح خداوند روی صلیب رفت، عیسی نوزاد همه رو دور هم جمع میکنه، ولی عیسی مصلوب همه رو از هم دور میکنه، به خصوص جهان مذهب رو. چه اتفاقی میافته؟ چه چیزی در این اعلان مرگ عیسی مسیح خداوند به وقوع میپیونده که حتی قرآن به ضد تاریخ سخن میگه و اعلام میکنه که عیسی مسیح نمرده، بلکه یه امر و پیروان اون مشتبه شده. چرا عزیزان؟ چون پولس اینو به واضح میگه در اول قرنتیان باب 1 آیه 18 میگه زیرا ذکر صلیب برای هالکان هلاکت است، برای آنهایی که در ترین هلاکت هستن هلاکت است، ولی نزد ما ناجیان نجات یافتگان قوت خداست. آمین. باشه که این ذکر صلیب، اعلان صلیب و پیام صلیب امروز برای جانهای ما قوت، سلامتی و عافیت رو به همراه بیاره. و نه فقط همین، باز هم میگم هرچقدر ما از صلیب عیسی مسیح مطلع بشیم و کاری که او روی صلیب انجام داده، این شناخت رو پیدا کنیم، این شناخت باعث میشه که مشارکت درونی، باطنی در حمد و پرستش رو داشته باشیم. و آمین که امروز بشود با امداد روح خدا. در عبرانیان، کتاب عبرانیان باب 4 آیه 14 تا 16 اینطور می‌فرماید نویسنده به عبرانیان: زیرا رئیس کهنه‌ای نداریم که نتواند همدرد ضعف‌های ما بشود، بلکه آزموده شده در هر چیز به مثال ما اما بدون گناه. پس با دلیری نزدیک به تخت فیض بیایید و فیض رو حاصل کنید که در وقت ضرورت ما را اعانت میکند. قبل از واقعی صلیب از خدا از بشر خیلی دور و بیگانه بود، ولی عیسی مسیح با مرگش نه فقط بشریت رو به خدا نزدیک کرد و حضور خدا رو به انسان هدیه داد، بلکه
درک همدرد ضعفای ما شد. اصلا هیچ وقت ما نمیتونیم بفهمیم، هیچ وقت تا به آسمون نرسیدیم که مسیحیت در مورد رابطه انسان با خدا چه انقلاب عظیم کرده. هیچ وقت کاملا نمیتونیم فیض رو بشناسیم. فقط گاهی که من به عمقش فکر میکنم، فقط میتونم مثل داوود بگم این گونه محبت، این گونه فیض که پدر تو به بشریت داشتی، که پسر یگانت رو دادی که جهان هلاک نشه بلکه هر کی که به او ایمان میاره حیات جاوید بیابه، چنین فیضی، چنین محبتی برایم زیاده عجیب است که فکرهای من حتی به اون نمیتونه برسه. فقط یک مثال میتونم در این لحظه با اون بضاعت اندکم اینجا مطرح کنم که بتونه یکمی حق مطلب رو عزیزان ادا کنیم. چرا ماهاست، پنج ماه نیست، ما در درد و تأثیر به سر میبریم برای ایران عزیزم؟ چرا عزیزان؟ چرا آب خوش اگلوی ما پایین نمیره؟ چرا هر وقت که یه خبر جان بوداد به خصوص از مرگ و اعدامه جوانای عزیزمون میشنویم اونگاه کارد در قلب ما فرو میره؟ چرا خیلی از ما خبر دارم که با اشکا در دعا و شفاعت ماها برای ایران و هموطنهای ما هست؟ چرا همه خوشی ها انگار تو زندگی ما تا یادمون میاد رنگ میبازه؟ چرا؟ به خاطر اینکه ما در ایران به دنیا آمدیم، نیست؟ ما اونجا متولد شدیم، ما اونجا زندگی کردیم. بعضی از ما تجارب دردناک این عزیزان رو با پوست و گوشت و خونمون تجربه کردیم. ما ایرانی ها خاطرات سیاه و سفید بسیاری از وطنمون داریم. ایران وطن ماست عزیزان و مردمانش پاره های تن ما، به خصوص زمانهایی که در درد و آلام هستن. عیسی هم همینطور عزیزان، عیسی عزیز ما در سرزمین ما مثل یک مهاجر متولد شد. عیسی از شهر خدا به شهر انسان اومد. بهتر بگم از شهر خدا به وادی عشق اومد، به دره عشق اومد. نه فقط اومد، بلکه کلام خدا میگه مثل یک نهالی در سرزمین یخزده گناهش ایامی زندگی کرد. او از عمیق‌ترین تجارب دردناک انسانی عبور کرد، در مشکل‌ترین وسوسه ها قرار گرفت. بعضی موقع ها افراد فکر میکنم خب اوکی، او خدا بود، ولی همین تونسته حمل کنه عزیزان. ولی همچنین او به تمامیت انسان بود. کلام خدا بارها اینو ثابت کرده. بهترین شخصی که میتونه ما رو در سفر پرفراز و نشیب زندگی های ما مثل یک پیشاهنگ، مثل یک پیشرو از آن هدایت کنه. و نه فقط هدایت کنه، بلکه اون زمان هایی که زمین میخوریم بلند میکنه در اون سنگ داخل زندگی، فقط عیسی مسیح، کسی که با این راه آشنایی داره، اومده زندگی کرده، همدرد ضعفای ما شده. او همدرد ضعفای ما شد. میخوام به این واژه خیلی خوب دقت کنید عزیزان. در عهد عتیق واژه ضعف اساسا به معنی نقص و عیب جسمانی بود. در لاویان باب 21 خیلی جامع راجع به این صحبت کرده، میگه خداوند موسی را خطاب کرد، گفت به هارون هم خطاب کن، بگو هیچ کدوم از اولاد تو و حتی هیچ کدوم از نسل تو در آینده کسایی که عیبی دارن، هر عیبی، اجازه ندارن طعام خداوند رو بگذارنن، اجازه ندارن مثل یک کاهن رو خدمت کنن، هر عیبی، اگه دست شکسته، پا شکسته، کوره، گره، کوتاه‌قده، نمیدونم، هر عیبی که داره
خدای کامل بی‌نقص و قدوس همخوانی داشت. و همینطور این قانون راجع به حیوانات هم بود. حیواناتی که برای قربانی تقدیم می‌کردن، هیچ کس اجازه نداشت قربانی که لنگ بود، عیب داشت، حتی بیمار بود، اگه به خداوند تقدیم می‌کرد، یک بی‌حرمتی و اهانت به خدای قدوس بود. در نتیجه هم کاهن و هم قربانی باید از هر گونه عیبی مبرا بود. موافق هستید اینجا؟ ولی عزیزان، ولی هیجان انگیزش اینجاست. یکم آب بخورم. در عهد جدید کلمه نقص و ضعف به ندرت برای ضعف جسمانی به کار میره. بیشتر دلالت برای ضعف روحی داره، بر ضعف روانی داره، و اون ناتوانی ذهنی، بر اون ناتوانی احساسی، بر اون ناتوانی عاطفی داره. و ضعف در نفس خودش در عهد جدید گناه نیست. فقط میتونه مقاومت انسان رو در مقابل وسوسه‌ها کم کنه. بر طبق عهد جدید ضعف از خصوصیت ذاتی یک انسانه و ممکنه گاهی اوقات شخص بدون اینکه دلش بخواد، بدون اینکه بخواد، درگیر خیلی ضعف باشه. ابرانیان باب 4 داره سعی میکنه عزیزان تا اتحاد ما رو با مسیح به طور اسرارآمیزی، به طور مرموزی، به وسیله این حقیقت متعال که او همدرد ضعف‌های ما شد، همدرد اون طبیعت ضعیف آسیب‌پذیر بشری شد، خیلی زیبا با همین جمله به تصویر بکشه. عیسی مسیح خداوند عزیزان از طریق مشابهت با انسان، یعنی انسان شدن، انسان شدن، دردهای انسان رو میتونه حس کنه، درک کنه. ما در جهان خودمون، در رابطه های خودمون هم میتونیم خیلی خوب بفهمیم. امکان نداره کسی که بدن سالم و قوی داره، درد کسی رو که دائما انرژی کم میاره و کسله بتونه درک کنه. درسته؟ اشخاصی که باهوشن مطالب رو خیلی به راحتی برمیدارن، درک میکنن، میفهمن. امکان نداره افرادی که مطالب براشون کنده یاد گرفت، به خصوص از افعال زبان آلمانی که ده بار میرن کلاس، آخر میبینن هنوز را آخوندابون میکنن، نیست؟ کسی که زود میره نمیتونه درد اون شخص رو درک کنه. افرادی که داره سیستم عصبی قوی آهنی هستن، هیچ وقت نمیتونن ضعف اون افرادی که از نظر احساسی و عاطفی کم میارن، نمیتونن اصلا درک کنن. درست عزیزان؟ شخصی که عاشق نشده هرگز نمیتونه بفهمه معشوق از چه عوالم مصیبت بار احساسی و عاطفی داره عبور میکنه. چی میخوام بگم؟ قبل از اینکه بتونیم با شخصی همدردی کنیم، حداقل باید بتونیم درد و رنجی که اون شخص کشیده یک کمی درد آشنا باشیم، نیست؟ تجربه کنیم. چرا ما الان ما درد میکشیم برای ایران؟ چون قسمتی از وجودمونه، تجربه کرده، نیست؟ و این عیناً همین کاریه که مسیح انجام میده. فقط مسیح عزیزان ما در بهترین شکلش برای همدردی با دیگران کم میاریم. فقط عیسی مسیح خداوند بود که با مرگش خدا رو نزد ما آورد و همدرد ضعف‌های ما شد تا بتونه با اون دعای کاهنانش احساس‌های ما رو، دردهای ما رو نزد خدا ببره. کتاب عبرانیان زیباترین تصویری رو از کاهن والا مقام ما، والا مقام، هیچ کس مثل نویسنده به عبرانیان نتونسته الگامی به این برجستگی و زیبایی عیسی مسیح بده. والا مقام داره به الوهیت او، به مقام اعظم او شرکت میکنه، اشاره میکنه. کاهن والا مقام
همدرد صحفای ما شد. عزیزان با جرأت میتونم بگم، با جرأت میتونم بگم فقط اگه تو این حد، فقط تو این حد متوجه بشین، درک کنی که او همدرد ضعفای ما شده، میتونه حس کنه بیشتر کفایتمون، بیشتر کفایتمون خوشبخت هستیم عزیزان. و ما میتونه با قوت در مکان حمد و تسبیح و پرستش خداوندمون قرار بده. ولی میخوام بهتون بگم از تجربه شخصی خودم، از تجربه عزیزانی که تو این یک دو هفته شنیدم، اشکاشون دیدم، از ایران پیامشون شنیدم، واقعا فقط تو این چند روزه قلبم بود که خدا من هیچ کاری نتونستم برای این عزیزان بکنم، باشه که این پیام مثل یه قوتی برای این عزیزان باشه، جاهایی که گیر کردن، جاهایی که عشق میریزن، درد میکشن و هیچ کس نتونسته میاد بفهمه. ولی عزیزان فقط همدرد نبود، بلکه خیلی عمیق‌تر و مهیج‌تر کار عیسی مسیح روی صلیب. اونا تنها با ضعف‌های ما، کاستی‌های ما، تضادهای عاطفی و درونی ما رو درک میکنه، اون حس دردناک، اون حس استراب‌ها، درماندگی در مقابل ترس‌ها و استراب‌ها، اون ترد شدگی رو میتونه درک کنه. بلکه عزیزان، بلکه اون احساس نفرت انگیزی که پشت این ضعف ها در ما رسوخ میکنه میاد، از اون که گاهن نمیتونی راجبش صحبت کنی با هر کسی، درک میکنه اون حس درد دار که چرا من اینجوری هستم؟ چرا پسش بر نمیام؟ چرا چیزایی که از دیگران راحت از پسش بر میتونم من نمیتونم عبور کنم؟ این حس خیلی دردناکی عزیزان نیست؟ و کلیسا جایی صادمانه راجع به این چیزها صحبت بشه. وقتی 25 سالم بود با یه عزیزی آشنا شدم، اسمش فرانک بود ولی در واقع اسمش احمد بود، خودش اسمش رو گذاشته بود فرانک، دوست داشت همه فرانک صداش کنم چون او هیچ توافقی با جنسیت خودش نداشت، ظاهری مردونه داشت، پر از مو بود که همیشه یقش رو این بالا میبست، که از این بودش اصلا دوست نداشت، بدش میامد و قسمتی از اون که بیشتر متمایل بود و به اون سمت کشیده میشد اون عاطفه و احساس بسیار لطیف و زنانی که در او بود. این فرانک عزیز بسیار آسیب دیده بود، بسیار رنج کشیده بود به خاطر این ضعف. گفت خانوادم با دیده حقارت نگاه میکنه و هر دفعه میامد میگفت چه آزارهایی از مامورهای گشت و سپاه داره میبینه و چطور با ترس تو خیابون از اون بر آپارتماناشون بود تا بیاد به سمت من. خیلی چیزا برام تعریف میکرد و خیلی چیزا رو یادم رفت. فقط یک جمله‌ای بود عزیزان، یک جمله‌ای بود که هر بار با چشمایی که پر از عشق بود با سر خم شده بارها و بارها به من میگفت، او خانم عارف، اون موقع به من عارف میگفتم، خانم عارف فکرشو بکن، فقط فکرشو بکن. مادرم بعد از 3 تا دختر آرزوی یک پسر داشت و خدا منو بهش داد از اون مثل یک ننگ از موجودیت خودش صحبت میکرد، حرف میزد. چی میخوام بگم عزیزان؟ که عیسی اون احساس نفرت انگیزی که ضعفای ما به همراه میاره، فرانک بود چرا من اینجوری هستم؟ چرا نمیتونم اون احساس زنانهی که دوست دارم آزادانه زندگی کنم؟ اون موقع من مسیحی نبودم، حتی میتونم بگم بودم، نمیتونستم اینطور عمیق درکش کنم که عیسی مسیح درک میکرد. عزیزان میخوام بگم اون احساسی که پشت اون ضعفای ما، ضعفایی که معلومه ولی اون احساس نامعلوم پشت اونه، درک میکنه چرا من اینطوری هستم.
جنبه دیگه از همدردی عیسی مسیح خداوند با ضعف‌های ما. عبرانیان باب 5 آیه 7 میگه او در ایام بشریت خود چون که با فریاد شدید و اشکا نزد او که به رهانیدنش از موت قادر بود تضرع و دعای بسیار کرد و به سبب تقوای خیش مستجاب گردید هرچند پسر بود. به مصیبت هایی که کشید اطاعت را آموخت و کامل شده جمیع مطیعان خود را سبب نجات جاودانی گشت. این آیه داره به باغ جتسیمانی اشاره میکنه و باز همینجا فقط میخوام یک کلمه رو یه واژه رو نگاه کنیم. فریاد شدید. ما در فارسی زبان فارسی فریادی که میکشیم از روی عصیان، از روی خشم، از روی عصبانیت به این فریاد میگیم، فریادی که از درد و رنجه به این فریاد میگیم. فقط در زبان یونانی به معنی یونانی خیلی عزیزان عمیق‌تره. به این فریادی اشاره میکنیم که فریاد شدید که در موقع اضطراب، ناراحتی و درد شدید بدون اینکه انسان بخواد از دهان خودش خارج میشه. نمیدونم تجربه کردیم. یه موقع خیلی برم راحته، مادری که بچه خودش از دست داده به نوعی و با یه تصویرهای خیلی دردناک رو به روی داره فریاد میکشه، خیلی راحت نیست، نصیحت میکنه، خیلی کسا عبور کردن ولی اینطور فریاد نکشیدن. یا دختر زیبایی که چند وقت پیش با من صحبت میکنه مادرش قبر خون دیده بود و میگو فقط فریاد میکشم، میکشتم خواهر نسون، هیچ چیز دیگه نمیتونستم. خیلی راحته نیست به این افراد یه جور دیگه بگیم. فقط عزیزان در این زمانها من خودم اگه بخوام یه همچه قضاوت و داوری بکنم فقط کلام ایوب میاد توی ذهنم که بهتر ساکت باشی تا به حکمتی و حماقتی رو مشخص نباشه. فقط عیسی مسیح بود که فریاد شدید کشید و این فریادها رو از آن میتونه بشناسه و درک کنه بدون که قضاوت کنه. آمین؟ و لوقا باب 22 آیه 44 میگه پس به مجاهده افتاده به سعی بلیغتر دعا کرد چنان که عرق او مثل قطرات خون بود که بر زمین میریخت. از عیسی با یک رنجی جانکا در دعا میتونی تصور کنیم تقلا رو؟ عرقش مثل خون میریخت، یک کشمکش روح جان در درون انسانی که انسان رو خورد میکنه. در این معنی دعای معمولی نیست. هدف چی بود؟ عزیزان چرا عیسی به این روز افتاده بود؟ برای چی بود؟ خود آیه خودشو تفسیر میکنه، اطاعت و تسلیم به اراده خدا. عزیزان اطاعت و تسلیم عملا خیلی سخت‌تر از اون که ما فکرشو بکنیم. یا به وایس اینجا پشت این منبع موعظه کنیم نیست، تعلیم بدیم. یکی از دشوارترین و دردآورترین تعلیماتی که من در جایگاه خادم کلام اینجا ایستادم متاسفانه و سعی کردم به شما منتقل کنم که اعضا کاری رو انجام بدن که برای خودم هزار بار مردن بوده نیست؟ عرق مثل خون از پیشانی مبارک جاری بود. در کجا؟ در تسلیم اراده خودش به پدر. و در یک لحظه عزیزان در یک لحظه متوجه میشه چون اون رو میشنا محبت اون رو چشیده بود. چقدر مهمه عزیزان این محبت رو بشناسیم و این محبت در باهای جسیم
از این درد و رنج خلاص بشه. نیست. چقدر یه لحظه فکر کرد این رویای پدرش برای نجات دنیا چقدر عظیم‌تره تا اینکه بخواد این سر باز بزنه از اون پیاله خوردن پیاله درد و رنج. برای همین من فکر میکنم مطمئنم که عیسی مسیح در اون لحظه با تسلیم اراده خودش به اراده پدر تو قلبش این شادی اومد. من خودم تسلیم میکنم تا همه دنیا بفهمن و متوجه بشن که من چه پدر عظیم و به قیاسی دارم. و لوقا باب 22 آیه 42 میگه ای پدر اگر بخواهی این پیاله رو از من بردار، لیکن نه به خواهش من بلکه به اراده تو. و فرشته از آسمان بر او ظاهر شد و او رو تخلیه نمید. در همین نقطه تسلیم، هرچند تسلیم و اطاعت سختر از اونی که فکرش کنیم، ولی وقتی به این نقطه میرسیم متوجه میشیم محبت و فیض خدا چقدر عظیم‌تر از اینی که فکرش رو بکنیم. و این فیض بود عزیزان، این محبت پدر بود که صلیب رو از اون بر نداشت، بلکه این منجی خورد شده رو با سرافرازی با قوت تا به روی صلیب برد تا امروز بتونه همدرد ضعفای ما بشه. یا آمین داره یا نه؟ انسان وقتی خودش رو در باخ جتسیمانی میبینه که در فاجعه غیر قابل هم قرار میده، فاجعه این چهره کریه خودش رو به اون نشون میده، اما هیچ کاری نمیتونه بکنه. زمانی خود تو در باغ جتسیمانی میبینی که فکر میکردی شجاعی، ولی شجاعت مثل پرنده انگار قفس پر میکشه و میره، تو میمونی و یه دنیا ترس و استراب. زمانی در باغ جتسیمانی گیر میکنی که هیچ آیه‌ای سرودی هیچ چیزی آرومت نمیکنه، تو وارد جتسیمانی شد، یک زمان ظلمانی، تاریک که مغزه، که روحه، که احساسه از کار افتاده و قلب پر از خالی بودنه و خودت میپرسی که صبحگاهان شادی من میرسه، که رستاخیز من فرا میرسه، که ظلمت این شنبه های خاکستر به قوت قیام تبدیل میشه. ولی عزیزان دقیقا در همون زمان درک میکنیم وقتی باور میکنیم. امیدوارم گوشی باشه که داره بشنوه، که روح داره به چی میگه. عزیزان در اون زمانی که درک میکنیم عمیقا به طور باطنی متوجه میشه اون عبور کرد تا در هر شرایطی همدرد ضعفای ما باشه. فقط یه لحظه به صلیب اون فکر میکنی، به کاری که اون کرده، در یک لحظه بدون هیچ توجیهی نمیتونی تعریف کنی، تمام اون توفانهای فکری، تمام اون کشمکش‌های عاطفی تو یک لحظه، یک حضور، یک دعا از آن، یک دستی که از آستین حتی یک انسان بیرون میاد تو رو چنان جان تو بر میگردونه که متوجه میشی امانوئل خدا با توه. در لحظه خدا در توه، نه فقط در باغ‌های جتسیمانی بلکه تا صلیب‌های ناعادلانه بسیار. امانوئل خدا با توه. برای همین عزیز جان، برای همین قوت می‌یابی که خودتو تماماً به اهداف خدا هم بسپاری. آمین. و دست برمی‌داری از سر انسانی که مثل دود فانیه و قدرت میابی، عزیزان قدرت میابی مخصوصا در این زمان ها که ناامنی زندگی تو به طرز عجیبی بپذیری، قدرت میابی که ببخشی، رها کنی و با اراده پدر بنوشی اون پیاله که برای تو مقرر شده و تو در نهایت یه جوری افزونتر میشی، یه جوری بیشتر میشی. آمین. من شفقت و رحمت خداونده وقتی از این مسیر اینطور عبور میکنی. این روزها بیشتر از هر زمانی از آن دارم میفهمم اگه به منابع قرمازه خودم در بهترین شکلش اتکا کنم، یک انسان قابل
ترحم و بدبخت هستم. ولی وقتی میفهمم تمامی آن چیزی که نیاز دارم فقط فیض اوست و فیض او رو در هر شرایطی دریافت میکنم، احساس میکنم قدرت دارم در هر شرایطی تا مقصد آزادی در هر وضعیت رو پیروی کنم. خدا امروز از تو انتظار داره خواهرم، برادرم، عزیزانی که داری نگاه میکنی که نه با حس تقصیر، شرم به خاطر ضعفات، بلکه با دلیری و جسارت و شادمانی و ستایش این تخت رحمت نزدیک بشی. نه فقط دریافت کنی از این فیضو، بلکه ذخیره کنی، ذخیره کنی از این. وقتی با ایمان میای باور کن تو دنیای روحانی اتفاق میفته که تمام وجود ذخیره میکنه. اون زمانی که گیر میکنه در باور جسیمانی میتونه تو رو امانت کنه. پدر امروز انتظار داره عزیزان که تو امروز با آگاهی از اینکه او همدرد ضعف‌های ما شد، امانوئل خدا با ما در ماست، به میز مقدس نزدیک بشید. خدایی که شریک رنج‌های ما شد و آگاهی از این کمک میکنه عزیزان. باور کنیم، میدونم خیلی ها توشان بیشتر از این تجربه کرده، کمک میکنه با وجود شرارت‌های پیرامون زندگی تو، شرارت هایی که داره تجربه میکنیم، سرسختانه جلوه او رو پیروی کنیم و به جایی که کم بشی، به جایی که گم بشی عزیزان، افزونتر و پیداتر در او میشی که او تو رو محبت کرد و همدرد ضعف‌های تو شد. به خصوص ایران عزیزمون عزیزان که شرارت و ظلمت داره به اوج خودش میرسه، وقتی به این فکر میکنی حضور او تو رو کمک میکنی، اون هدفی که داری سرسختانه جلو بری به خاطر او که به تو فیض میبخشه. در اعتقادنامه رسولان نوشته او به جهنم نزول کرد، او به جهنم نزول کرد. باور میکنی اصلا تو ذهن فکر انسانی ما میگفته چرا؟ بازم کلام هیچ چیزی من خودم ندارم، چون وقتی که بالای صلیب بود آسمان خشن ترین رفتار رو نشون داد. آسمان به طرز خیلی عجیب و وحشتناکی ناشنوا کور و کر بود. الهی الهی چرا مرا ترک کردی؟ چرا از فریاد من دور ایستادی؟ چرا دعا میکنم و اجابت نمیکنی؟ به بیانی چرا پشت من نیستی؟ ما ایرانی ها خیلی خوب اینو نیست، کسی که بالا سرمونه چقدر در موقع های سختی تسلی دل ماست. خیلی رنج عیسی رو لحظه میتونیم درک کنیم، نیست چرا پشت من نیستی، چرا پشت من نیستادی عزیزان. اون به عمق جهنم رفت به این معنی که به عمق احساسات آمیخته به ترس ما، ناتوانی ما، ناامیدی ما، وحشت‌های ما، اون ناعدالتی‌هایی که اصلا نمیتونی راجبش صحبت کنی، رفت وارد شد و طیف کاملی از ضعف‌ها و شکست‌ها و آسیب‌های ما رو به خودش جذب کرد تا امروز امانوئل خدا با ما، خدا در ما باشه. آمین. از خدا میخواد، نه بخواد، بلکه میخواد روح القدس اینو در درون تو به وجود بیاره که سرودخوانان با دلیری به این خوراک مقدس و تقویت کننده نزدیک بشی، تا فیضی رو ذخیره کنی، تا به وقت ضرورت تو رو امانت کنی. چرا؟ چون خدا عزیزان، خدا امروز تا ابد به این خون به ثمره انکار ناپذیر اطاعت و تسلیم عیسی مسیح خداوند نگاه میکنه. خدا امروز تا به ابدیت به خونی نگاه میکنه که هیچ وابستگی به ژنهای متغیر و دمدمی مزاج ما انسانها نداره عزیزان، بلکه خدا به این خونی نگاه میکنه که کفایت ابدی داره و تغییر ناپذیر، غیر قابل تغییره، شد روی سر مرد زده شد و امروز تو فقط میخوای دریافت کنی. آمین. خدا امروز به این خون معجزه آسا و گرانبها
نگاه میکنه، به من تو نگاه نمیکنه، به ضعفمون. و اگه این خون عزیزان با اقتدار کلام خدا میگم امروز نتونه تو رو از زنجیرهای ناامیدی، بی‌ایمانی، ضعف، اون ضمیر دردآور، وجدانهای دردآلود، اون اعمال مرده آزاد کنه، رهایی بده. هیچ برتری بر خون بزها و گاوها در عهد عتیق نداره. ولی هاشا عزیزان، هاشا که اگه حتی یک نفر ما یه همچین فکری از ذهنش عبور کنه. امروز ما خدای زنده رو ملاقات خواهیم کرد که با پرستشی در روح و راستی و سرسپردگی میتونیم او رو خدمت کنیم و تا پای صلیب رو پیروی کنیم. آمین. پس کلام خدا میگه با دلیری نزدیک بیاد، با یقین ایمان نه احساس، با اعتراف امید. بذار این خون شفابخش امروز عزیزان، این خون حیات بخش، هر لعنتی که به پاشنه پای تو چسبیده از تو جدا کنه، تو رو تقویت کنه، تطهیر کنه، قوت ببخشه برای بخشیدن دشمنان، برای حکمت خدا در ذهن تو بیاد، برای شفای کرد شدگی، برای همدرد شدن با دردهایی که در سرزمین ما افغانستان و ایران دارن اینطور دست و پا میزنن تو این دردها، و همینطور برای قوت بخشیدن تا بتونیم در این سالی که در پیش داریم در پرستشی در روح و راستی حتی در ضعف‌های بی‌شماره حرکت کنیم، تا در روح پوری و قنا رو از عیسی مسیح خداوند که همدرد ضعف‌های ما شد تا امروز رو بتونیم قوت بیابی دریافت کنیم. امروز میخوام تقاضا کنم از هیچ کس خودش رو محروم از این سفره فیض نکنه، هیچ کس. اگر آنانی که مصرانه و داوطلبانه میخوان خودشون میخوان در گناه‌های خودشون بمونن، و همجا افرادی که هنوز تعمیر آب نگرفتن، تقاضا کنم که لطفاً در سکوت و در احترام باشن، ولی بقیه هیچ بهونه‌ای نیست که شرکت نکنید در این سفره میز. حتی اگه نمیتونید ببخشید، حتی اگر گناهی نمیتونید دست برده، ولی مظلومت میشید، دلتون میخواد نیست، فقط ضعف دارید، نمیتونید. این سفره مقدس، این تغذیه، این خوراک شفابخش امروز میتونه دوای هر درد و بیدرمون ما باشه. آمین. سرهای خودمون رو خم کنیم عزیز جان ها، برای اینکه دعا کنیم، برای اینکه آماده باشیم، برای اینکه به این سفره برکت نزدیک بشیم. ای خدا من، ایمان داریم، ای خدا من، ایمان داریم که کلام مقتدر تو، اون کلامی که پر از الوهیت، اون کلامی که قدرت داره، هر لحظه، نه فقط موقع نجات، نه فقط خود ما، اون موقع که در رحم مادرمون شکل گرفتیم ما رو آفرید، بلکه هر لحظه قادره که از نو ما رو بیافرید، هر لحظه قادره که تمام اون توهی بودن، خالی بودن ما رو به پوری تبدیل کنه، هر لحظه قادر بیافرینه امید، زندگی، حیات رو در ما. ای خدا من دعا میکنم در بحران‌هایی که عزیزان هر کسی که شرکت میکنه، چه روحی چه عاطفی، فقط به تو نگاه کنیم در این لحظه. مردی که درد آشنا بود، مردی که مرد غم‌ها بود، عزیزان به تو نگاه کنیم. ای خدا من دعا میکنم به روح القدس به ما امداد کنی، به تو، به صلیب تو، به اون کاری که روی صلیب کردی، به خدایی که پادشاه پادشاهان بود، خدایی که والا مقام بود، خدایی که از آسمان ها گذشت، خدایی که بی حرمتی رو ناچیز شمرد، اون همه تحقیر و سنگدلی و مخالفت ها رو ناچیز شمرد تا امروز بتونه همدرد ضعف‌های ما باشه. به خدا من دعا میکنم این کلام خدا من مثل یه لنگری باشه برای جانهای ما، که هر موقع که در سفر پرتلاطم زندگیمون ضعف میکنیم، خدا من کم میاریم، این لنگر دوباره ما رو به مکان اقدس، دوباره ما رو به مکانی که حضور مقدس توست، اون خدایی که امانوئیل با ماست، در ماست، خدا من در هر وضعیتی میتونه ما رو قوت ببخشه. دعا میکنم پدر در نام
نام قدوس عیسی مسیح. اگه کسی این حرفایی که امروز شنیده، پیامی که تو گفتی، تو سخن گفتی امروز، به ذهنش دور از خداوند واقعیت قابل دسترس نیست، دعا میکنم خداوند این خون و بدن تو، هر نوع عینکهای جسمانی خداوند، هر نوع عینکهای منطق استدلال رو از چشمای ما بندازه خداوند و در روح ببینیم خداوند که این حقیقت محضه که عیسی مسیح خداوند همدرد ضعف‌های ما شد تا ما امروز بتونیم اون رو تجربه کنیم، امروز بتونیم با سرسپردگی، با عشق خداوند، با افتخار خداوند اون رو خدمت کنیم خداوند، در اون پیدا بشیم، در اون افسوده بشیم. پدر عزیز دعا میکنم هر کسی که به این سفره مقدس نزدیک میشه، برای مخصوصا عزیزانی که شنیدم شاید چند نفری بین ما بیمار هستند، از نظر روحی، از نظر جسمی، ای خدا من این خون تو کفایت میکنه، کفایت ابدی داره که شفا رو در روح و روان جسم ما جاری کنه، چون که در نام قدوس عیسی مسیح خداوند دعا کردم و بدن مقدسش بگه آمین. آمین.